رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، اولا خیلی ممنونم که این وقت در اختیار بنده قرار دادید که بتونم باهاتون صحبت کنم. خیلی خیلی ممنون از این بابت. بفرمایید. آقای دکتر، من در رابطه با پسر 4.5 سالم بخواستم باهاتون صحبت کنم. من الان نزدیک 2.5 ساله که جدا شدم و الان 1 ساله که پسر 4.5 سالم کامل با من زندگی میکنه و توی این 1 سال اصلا مادر خودشو ندیده، چون مادرش اصلا کلا رفته. نه، صبر کنید. اولا شما از کجا تلفن میکنید؟ بنده از اروپا تماس میگیرم خدمت. اوکی، به من بفرمایید شما چند سالتونه و مادر همسرتون چند سالش؟ من آقای دکتر الان 31 سالمه و همسر سابقم 34 سالشون بود. ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟ ایرانی بودن. شما خودتون چه مدتی از اروپا هستید؟ بنده نزدیک به 14 سال خورده میشه. چطور شد در 16-17 سالگی اومدید اروپا؟ با خانواده اومدید؟ بله؟ با خانواده اومدید ولی دختر یه پسر 17 بله ساله؟ بله بله، با خانواده اومد. آخه چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید شما؟ بنده بعد پسر اول خانواده هستم و یه برادر 1 سال از خودم کوچیک‌تر دارم و یه خواهر 6 سال از خودم کوچیک‌تر دارم. اوکی. اون وقت چه مدتی همسرتون رو میشناختید که با ایشون ازدواج کردید؟ آیا تو خیلی ازدواج ما خیلی سنتی بود و خب خیلی شناخته آنچنانی یعنی ممکنه من بفرمایید یه آدمی 10-12 سال تو اروپا باشه و سنتی ازدواج کنه؟ یعنی مثلا تو اروپا آدم با الاغ این ور اون ور بره؟ سنتی هم میشه؟ خب البته خب ما همدیگر رو خب حالا چندین باری همدیگر رو دیدیم و صحبت کردیم و اینا. خب میدونم، بله اشتباه کردم. شما اگر سنتی بود میشه من بگید این چه سنتی است که خانم 3 سال از شما بزرگ داره؟ تو اروپا هستید، 12-13 سال اونجا بودید، 3 سال از شما بزرگترن، شما میگید هنوز سنتی؟ خب مقصود از سنتی این است که در آداب ازدواج سنت رو رعایت کردیم، که اون کار درستیه برای که از درد و سرا جلوگیری میکنه. حالا به من بگید ایشون چه مدتی بود اروپا بودند یا الان هستند؟ ایشون تقریبا 6 سال میشه کلا 6 سال. خب پس بنابراین ایشون به مجردی که آمدن با شما ازدواج کردن؟ بله. یعنی هنوز پاشون رو نگذاشتن با شما آشنا شدند و شما با سرعت ازدواج کردید؟ بله متاسفانه. بله. خب ایشون چی خوندن؟ هر دوی شما چی خوندید؟ چه میکنید؟ بنده اینطور، من رشته تحصیل توریسموس و اکونومی بود و خب فعلا در حال حاضر شاغل هستم و خب ایشون فقط یه دیپلم داشتن از ایران، دانشجو بودن اینجا. و تنهایی اومدن اونجا، خانواده با ایشون نبودن، درسته؟ چرا، خانواده ایشون آلمان زندگی میکنن. خب ایشون شدن. اوکی. و چرا ایشون با خانوادهشون نیستن؟ بله؟ ایشون که در اروپا هستن چرا در خانوادهشون نیستن؟ دن خب ایشون ترجیح دادن که خب پیش خانوادهشون نباشن، ترجیح دادن که با من تو این کشور زندگی کنن. حالا خیلی خودشون دوستن هشتن. حالا چی شد؟ واقعا جدایی و طلاقتون یه چیزی بود که انتخاب درستی بود؟ یعنی اشتباه بود ازدواج، برابر این جدا شدید یا اینکه اتفاقی افتاد؟ نه دکتر، مشکل ایشون این بود که ایشون حالا با من فکر میکنم که ایشون مشکل اسکیزوفرنی خیلی شدیدی داشتن و وسواس خیلی فوق‌العاده زیاد، یعنی که اگه به شما بگم مثلا خیلی وسواس فوق‌العاده شدیدی ایشون داشتن و خب مشکلات ما خب آخه اسکیزوفرنی از کجا در اومد عزیز؟ بله؟ از کجا؟ یعنی اسکیزوفرنی از کجا در اومد؟ یعنی واقعا ایشون اسکیزوفرنی بوده؟ آیا تو، من یکی از همکاران پزشک بنده که خانوم سابق منو میدیدن با مراوده خانوادگی داشتن، ایشون که همسر من سابق منو دیده بود، ایشون میگفتن که احتمال خیلی زیاد ایشون مشکل اسکیزوفرنی دارن.
و دو قطبی بودن، اصلا کلا یه جوری بودن که توی حالت بسیار بسیار فوق العاده ایشون خانم خیلی خوبی میشدن، یهو یه جوری میشدن یه دفعه فوق العاده بد. اصلا من نمیتونستم بفهم که این الان چرا اینجوری میشه، یهو یعنی کمپلیت یهو عوض میشد یهو. نه آره عوض شدن رو میفهمم، ولی خانم خیلی خوبی میشدن یعنی چی عزیز؟ چون برخی از اوقات خانم بیماری تو اون خانم خیلی خوبی شدن یعنی آخه نه، شما میتونید بفرمایید عادی بود یه دفعه به کارا یا حرفا یا رفتار عجیب و غریب داد، ولی اینکه خانم خیلی خوبی بود که خیلی خوب نمیتونه باشه، ولی که برخی از اوقات خیلی خوب. بگو عزیز هر جور منظورت جا. منظورم این بود که آقای دکتر اطرافیان ما دوستان ما که میدن برخوردشون با همه خیلی با محبت، خیلی خوش سر و زبون، خیلی میدونی چی میگم، خیلی آره حق مهربون. باز، حق باز، بازیگر، مردم خرکن، مه بله طلب، خب آقای اینا که خوب نیست. حالا وقتی که ناراحت و عصبانی بود چه میکرد عزیز؟ آقای دکتر من فکر میکنم یعنی حتما حرف شما درسته که ایشون مهطلب بودن، دوست داشتن همیشه توجه بهشون بشه، یعنی پرخاشگری میکردن، یو مثلا یو میگرد خودشون رو مثلا داد و بیداد میکردن، بعد مثلا فوش میدادن، یعنی از کوره بدجوری در میرفتن اگه اون تو اون حالت بعد آیا عصبانی قرار خودزنی هم میکردن؟ خودزنی هم میکردن؟ آیت تو ایشون 3 بار اقدام به خودکشی کرد، ولی خودکشیش علکی بود، یعنی میخواد بیشتر فیلم بازی کرد تا اینکه حالا یعنی بدونی چی، یعنی دفعه اول میخواد بنابراین در آدم های بایپولار دو قطبی که افسردگی و شیدایی دارن هست، برخی از اوقات این نوع تیپی که شما میگید احتمالا میتونسته شخصیت بوردرلاین داشته باشه، یعنی شخصیت ناپایدار و مرزی بوردرلاین پرسونال دیسوردر، اونا از تهدید استفاده میکنن، ولی خب این تهدید ها میتونه واقعی هم باشه. ولی یه سوال ازتون دارم، شما واقعا هیچ کدوم از اینا رو قبل از ازدواج نفهمیدی؟ آقای تو اصلا من نمیدونستم اینا رو اصلا از ایشون، چون ایشون همون اوایلی که خب ما با هم آشنا شده بودیم و خب تصمیم گرفتیم حالا بیشتر با هم آشنا بشیم و تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم، توی اون فکر میکنم لول خیلی خوبشون بودن که فوق العاده خانم مهربون حالا این قصر مهربونی نرزم، مهربونی از یاد که گذشت مثل که آدم در خونش رو باز کنه، مردم بگه تشبیه چپ اینجا بگیرید بخوابید، وسایل ما رو هم ببرید، که مهربونی حالا اونو اینقدر تاکید رو مهربونی نکنید، مثلا ما مردمی هستیم که مهربون نیستیم، ما مهربونیم. یه سوالی ازش، چه مدتی طول کشید از آشنایی شما تا ازدواج عزیز؟ فکر میکنم آقای دوتا نزدیک به 3 ماه، 3 ماه الی تا 4 ماه. خب دست گلا را بدادید دیگه، خب چون توی مرحله بوده یا توی بازی بوده. حالا من ازتون این سوال کردم به دلایل بیشتر فرزندتون میخوام بدونم، بدترین کارهایی که میکرد غیر از خشم و عصبانیت اینا و یا حرف زشت و ناسزا و اینا و یا تهدید به خودکشی یا خودکشی در ارتباط با شما یا بچه چه میکرد؟ آیا تو با بچه خب حالا چیزی که من میدیدم واقعا خیلی به نظر من مادر خیلی خوبی معلوم میشه، حالا نه اون که نبوده ولی حالا به هر حال. بعد وقتی که شما طلاق گرفتید ایشون رفت، یا چون شما خیلی واقع بین نیست عزیز بگذاریم ازش، طلاق گرفت رفت یا اینکه نه با بچه برداشت رفت؟ آیا طور 1 سال و نیم ایشون کلم بندر از خونه انداخت بیرون و خب 1 سال و نیم بچه پیش خودش بود. بعد از این در طول این مدت فکر کنم با یه آقای آشنا شدن و خب نمیدونم چی شد که اوورد بچه رو به من داد و گفت من میرم، و دادگاه گفتش که شما مادری باید بچهتون رو حداقل اگه نمیخواید باید ببینید هفته با، گفت من نه اصلا مادر نیستم، من اصلا این شما یادتونه، شما یادتونه من چرا گفتم به شما نمیتونم اطمینان کنم؟ شما 3 دقیقه قبل درباره خوبی مادری ایشون حرف زدید، مثل که من برگردم بگم یه کسی تمام روز به بهترین صورت و زیباترین صورت ممکن فارسی حرف زد، یه دفعه فارسی دیگه بلدن، خیلی اینا نمیخونه عزیز، یعنی شما معلومه که در یه همجوری تصوراتی موندید. بنابراین شما که به ازدواج کردی تو بچه که آمد او شما رو از خونه بیرون کرد؟ بله آقای دکتر، ما تقریبا
یک سال خورده اصلا کلا اصلا تصمیم بچه نداشتیم و خب من نمیخواستم اصلا یک سال بچه دار بشیم و خب این چیز بود که مادر ایشون و مادر بنده و هی میگفتن که اگه بچه دار نشید دیگه نمیشید و از اینجور حرفا. بعد خلاصه دیگه بچه دار شدیم دیگه و خب الان یک سال میشه که الان ایشون رفته و خب کاملا بچه با منه و چون من شغلم سرمهمانداری هواپیما برای شرکت هوایی کار میکنم و خب مجبورم که بعضی موقع یه روز یا دو روز کمپلت اصلا پیش بچه نباشم و خب توی این مدت پسر من پیش مادرمه و خب چون خواهر منم با شوهرشون دوتایشون سر کار هستن بیشتر وقتا خواهر منم دو تا بچه داره، یه دختر یه پسر، که اونا هم بچه خودشون میارن خونه مادر من، منم پسرم میبرم خونه مادرم و خب این سه تا با هم خیلی خوبم بازی میکنن. بچه ها چند ساله هستند؟ پسر من 4.5 سالشه، پسر خواهرم 3 سالشه و دختر خواهرم یعنی در شروع 7 ساله شدن دیگه. اون وقت مادر که از در سر پا هستند و میتونن بچه ها را اداره کنند؟ بله، مادرم خیلی اتفاقا خیلی هم خوشحاله که نواش پیششه و خب الان هم خواهرم میتونه به کارش برسه، هم شوهرش و هم من. و خب چیزی که ازش اینه که خب من یه مقدار نگرانیم در این رابطه هست که شما همیشه میگید که بچه ها توی این سن باید بشکفن نه اینکه بشکنن، یعنی نه که ما مجبورشون بکنیم کلاس های مختلف و که به شرده اینا درس بخونن و یاد بگیرن. این همیشه حرف شما توی ذهن بنده هستش، اما خب در کنار آخر خب نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، اولا الان با توجه به شرایط شما و این مسائل و ماجرای کرونا، اینکه شما یه فرصتی دارید که سه تا بچه ها توی خونه هستن، حالا جایی نمیرن ولی به هر حال تو این سن و سال هم حالا غیر از اون بزرگه که یه مقداری بیشتر میخواد، ولی حداقل این دوتا کوچیک هایی که پسر شما یکی اون یکی، در حقیقت بازی و اسباب بازی هم بازیه، بنابراین خیلی آسیبی از این بابت نمیبینن. و یا شرایطی که خوشبختانه میشه گفت شما دارید اینی که مادر نقشه یه مهد کودک کوچکی رو دارن بازی میکنن که به هر حال یه نوعی اگر امکاناتی تا حدودی باشه و ضمناً مادر شما یه مقدار آگاهی داشته باشه درباره پرورش و تعلیم تربیت، به بچه ها آسیبی نمیزنه. البته فقط اشکال میتونه مسئله زبان اینا باشه، ولی من فکر نمی کنم مادر بده. مشکل من همین بود آقای دکتر، مشکل من اینه که الان پسر من 4.5 سالشه، اصلا نمیتونه کامل درست کامل کنه، یعنی نمیتونه حرف بزنه و من داره نگرانم میکنه. آخه که پسر عزیزم من نه ببینید من چرا اونقدر در آغاز اینقدر راجع به همسر شما میخواستم بدونم و شما، برای که میخواستم یک کمی کمکم کنه برای که من با این پسر 4.5 ساله از نظر ارسی چه چیزایی داریم، یعنی موضوع یه مقدار جدی. همینجا بذارید به شما بگم، شما اولا اگر این وضعیت بخواد ادامه پیدا کنه، نمیدونم مدارس یا به هر حال مهد کودکی قرار باز بشه، اگه باز بشه اینا باید برن، ولی شما الان اگر امکانشو دارید و یا کمک بخش دولتی رو دارید، روزی 1 یا 2 ساعت یه کسی بیاد خونه، چون شاید کمکتون کنند. من نمیدونم شما کدوم کشور. هر روز میره ایشون، پسرم میره مهد کودک. الان از چه ساعتی تا چه ساعتی میره؟ آقای دکتر از ساعت 7 صبح پسرم مادرم میبره پسرم مهد کودک تا ساعت 4.5 بعد از ظهر. خب اون که خیلی خوبه، خیلی هم خوشحال مهد کودک. خیلی خوب، پس بنابراین شما از بابت اون چرا ناراحتید؟ بنابراین مشکل مادر زبان رو نمیدونه، اصلا اهمیتی دیگه نداره. من نگران این بودم که اینا تو خونه هستن، بنابراین مادر شما بعد از یعنی عصر یا شب از اونا مواظبت و مراقبت میکنه. بعدم اونا که میان بچه های خودشون رو میبرن، درسته؟ خواهر شما. خب نه، و شما وقت کجا میدید میخوابید؟ بروی مادرتون یا شما میدید بچه رو میگیرید میارید خونه خودتون؟ نه دوستا، من که اگه وقتی که پرواز داشته باشم توی پرواز باشم که سر کار باشم، که خب سر کارم، وقتی که خب برگردم اگه خب حتما پسرم یا مهد کودک یا اینکه خونه مادرم، میرم از خونه مادرم میگیرم میام خونه خودم، خونه جدا دارم، میام خونه خودم. ولی زن دیگه ای که الان تو خونه شما نیست؟ نه آیتو من. حالا چرا اصلا، چرا اصرار، چرا شما اگر جا باشه چرا همونجور کنار خونه مادرتون نمیمونید؟
چون من نمیخوام بچه هی دخونه ای بشه، هی شما برید تو بیاید، بعدم میدونی همه قواعد اینکه اونجا و کنار مادر بزرگ و مثلا پدر بزرگ، بعدم بعد از ظهرم شما آمدید، خب اونجایید خیلی متفاوته تا اینکه شما برید ورش دارید بیاید اینجا، یعنی دو خانه وقت بچه میشه بی خانمان. جانم آیا تو بفرمایید. من چند تا ویژگی از پسرم اینا رو مطمئنم میخواستم بهتون بگم. یکی این که وقتی که البته خب شما همیشه مخالفین که از یه سنی دیگه نباید بغل بچه خوابید، ولی خب ایشون یه عادتی که داره همیشه با آرنج من همیشه خیلی ور میره وقتی که میخوابه، انقدر زیاده که اصلا خودم برام تعجبه که چرا اینقدر با آرنج من ایشون ور میره نه وقتی اونا میخواد به بخوابه. بچه ها این مفاصل اینو دوست دارن، برای که یه نقطه ایست از یه طرف سفته از یه طرف دیگه جابجا میشه. نه اون عادیه، بله ولی خب تعجبی نداره، نباید بگذارید. حرف این است که من ناراحت بله میشم، نمیخوام. نمیذارم نمیذارم. یکی این که آقای دکتر هر از گاهی که میخواد یه چیزی رو به من بفهمونه و خب نمیتونه بگه، این دندوناشو گاز میگیره، دندوناشو میجوه و خب هرچی میگم بابا نکن این کارو، بازم نه باز نکن هرچی این میگم کارا نکن. نیست، صبر کنیم. نه آخه نکن که نصیحت که کار نمیکنه عزیز. مثل من به همه کسایی که سیگار میکشن میگم سیگار نکش، فرقی میکنه؟ فایده ای داره؟ حرف این است که پسرم صبر کن، من اینجا هستم، با هم قشنگ حرف میزنیم، هرچی دل بخواد بگو. بیا تو بغلم، بیا نازش کنید، نوازشش کنید، کنار من بشین عزیز، به من بگو چی میخوای بگی. اگر یه ذره فشار روشه، برای که ببین عزیز، روزی که آدم نتونه حرف بزنه این کارو میکنه، برای که دقیقا نمیدونه چشه، نمیدونه چگونه بیان کنه، نگرانه که پاسخ یا واکنش شما چیه. برای معلومه مادرش باش بد رفتار کرد، این یه طرف قضیه است. دوم چیزی که گوشه ذهن من نگرانی منه اینه که ای بسا به دلیل مشکلات مادر یه مقدار زمینه های ارثی بد و منفی داره، ولی این چیزی نیست که شما رو ناراحت کنه. نتیجتا شما در حدی که براتون ممکنه شما آروم باشید، شما نوازشش کنید، شما تو آغوش خودتون بگیریدش، به کنار من بشین، بیا بغل من، یه دقیقه صبر کن، حرف تو هر چی دلت بخواد من بگو. یعنی شما با آرامشتون و دادن فرصت بهش، اون میتونه آروم بگیره و یاد میگیره که حرف بزنه، بعدم حرف که میزنه کوشش کنید شما او رو بفهمید، نه اینکه انتظار داشته باشید اون حرف درست بزنه. و ازش هم لازم شد سوال کنید چی میخواستی بگی ازم، چه چیزی اذیت کرد، میشه برای من بیشتر بگی، بگو عزیز. یعنی با راحتی و مهربونی باش برخورد کنید که او نترسه بتونه حرفش رو بزنه، حتی وقتی خودش نمیدونه چجوری باید این کار رو بکنه عزیز. ولی به من میگه یه خبرایی هست، من یه کمی حالا میرسم به قسمت بعدی دیگه. چه چیزی در مورد پسرتون براتون پرسش یا مسئله است عزیز؟ بله آقای دکتر، این که من خیلی خیلی دوست دارم که توی این یعنی بفرستمش، حالا یه مقدار به خاطر شرایط کرونا نمیدونم، ولی خب خیلی دوست دارم پسرام بفرستم آکادمی فوتبال، یا اینکه حالا کلاس های دیگه. نه ولی اون هنوز میدونم شما وقتش نیست باشید عزیز. نه اون 6-7 ساله رفت بله. ورزش، من مثلا ورزش نه صبر کنید، ورزش رو باش موافقم، نواختن یه آلت موسیقی هم امکانش دارید بعد از 7 سالگیش موافقم، ولی چیزای دیگه چی کجا میخواستید بفرستش؟ میخواستم مثلا خیلی دوست داشتم مثلا نقاشی بکشن اینا، اصلا علاقه به نقاشی کشیدن آخه و رنگ آمیزی نقاشی، کردن و... نقاشی خیلی خوبه، بچه های علاقه من باشه پیشنهادی هم میشه بهشون کرد، ولی اون چیزی که معمولا بچه ها اکثریتشون موافقن که ورزشه، که نواختن یه آلت موسیقی ساده راحت. ولی حالا ببینید از عزیز من صبر کنید، آخه ببینید شما یه ذره غیر واقع بین بودن تون دارید من نشون میدید. مثل این مونه که من برگردم بگم که من لباس درست ندارم، کفش درست ندارم، میخوام یک کراوات شیک بذارم. خب قربون تو مسائل اصلی گیری، حالا یک دفعه برای بچه 4 سال و نیم فکر نقاشی داری اصلا یعنی چی؟ نه هر چیز خب اولد اولد بچه های خواهرم این کارو میکنن، ایش این هم اصلا نمیکنه، بچه های خواهرم میشنن نقاشی میکشن نکن اصلا نکن، همچنین معلوم نیست که بایدیه. اولا بچه ها علاقمندن به خط خطی کردن، نقاشی کشیدن، یه چیزی درست کردن، ولی بعضی ها ای بس ها به هر دلیلی یا در جهت رقابتی که میدن به اون خوبی اون اصلا نمیکنن. تشویقش میخواید بکنید بکنید، یه زمینه فراهم کنید، ولی
فشار بهش نری برو عزیز، ما یه چیزایی مهمن. من در حالی که تشنه ام گرسنه ام که بر نمیگردم بگم من یه جوراب خیلی خوبم میخوام بخرم، تو گرسنه ای مرد، تو تشنه ای، تو برای خوردن یه غذا و گرفتن یه نوشیدنی پول نداری، حالا جوراب میخوای بخری، کراوات میخوای بخری، اونا خیلی خوبن، ولی آخه الان نیست. شما الان مسائل جدی دارید، شما همسرتون اون بازی رو در آورده، شما رو بیرون کرده، بعد خودش ول کرده رفته، بعد بچه رو اصلا رها کرده، بعد بچه داره با مادرش بزرگ، مادر بزرگ باشه، تو شرایط کرونا هستی، خودتون یه آدمی هستی که اصلا شاید نباید ازدواج می دادم که چپ خونه نیست که نمیتونه پدر باشه، نمیتونه شوهر باشه. خب این کارم که دارید، حالا یه دفعه در اینجا آمدید که بچه های خواهر من نقاشی میکشه، این نمیکشه، اون نکشه، تشویقش بکنید، ولی چیزی نیست، من قرار همه نقاشی میکشن یا نقاشن، یا اصلا این کار لازمه برای رشد، چیز بسیار بسیار خوبیه، ولی مشروط بر این که بچه ها علاقمند باشن هستن. ولی شما اگر فرض کنید یه ذره کمک بگیرید از کسانی که آشنا هستن، همینقدر که بتونم براش یه بوم نقاشی یا یه چیزی که بکشه رنگی باشه آبرنگ باشه، همیشه بچه ها علاقمند، بلکه بازی، بنابراین نوعی که او بهش راغبه رو انجام بدید. و بعدم بسیار از اوقات بچه ها از طریق مخالفت کردنشون با بزرگسالا یا بچه های دیگه فقط بخواهند بگن من جدا هستم، من متفاوتم، اگر اونا پلو میخورن من نمیخورم، اگر اونا میگن من الان بستنی میخوام، من الان بستنی نمیخوام. بنابراین کاری به کارش نداشت باشید، اینقدر پاپیش نشید عزیز. بله آقای زور، این پسر من خیلی، البته میدونم شما با این واژه سخت مخالفید که خیلی هم میگن که بچه من خیلی شلوغ میکنه و اینا شیطونی میکنه، میدونم، ولی خب پسرم خیلی جنب و جوشش خیلی زیاده. نه ممکنه مسئله باشه، کی من گفتم مهم نیست، جنب و جوش بیش از حد علامت افسردگی هم میتونه باشه، برای اینکه هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی در کودکان به صورت فعالیت بیش از اندازه است. بله، به شما دارید یه چیزی راجبه مادرش میگید که ای دو قطبیه، یعنی منیک دیپرشن. منیک دیپرشن زمینه سنگین، یعنی افسردگی شیدایی سخفی یه زمینه سنگین ارثی داره، بنابراین ای بس با پسرتون منیکه، ولی الان تو 4.5 سال کار خاصی براش نمیشه کرد و کاری به کارش نشته باشه. مهد کودکیشون یه بار منو خواستن، گفتن که مثلا پسرت نمیتونه حرف بزنه یا یه سری کارا اینجوری، اینو موقع باید بفرستینش. مثلا منو فرستادن گفتن که برید پیش روانپزشک کودک، روانپزشک کودک گفتش که ایشون نمیتونه حرف بزنه، ما باید اول یه کار کنیم صحبت بکنه که باش بتونیم حرف بزنیم، ولی روانپزشک گفتش که احتمال داره ایشون یه مقدار خیلی کمی اوتیسم داشته باشن. ولی خب من چیزی که از شما آتیزم یا در خودماندگی وقتی میگید خوشحاله با بچه ها در ارتباط، صبح میره مهد کودک تا آخر شب اونجا خوب و خوشه، نه آتیزم نیست. بله آقای دکتر، من الان اینه که الان نگران آینده ایشون هستم، خیلی دوست دارم. من فکر میکنم شما اگر بتونید یه دختر خوبی در سن 30 سالگیش برای عزیز من، کجای دنیایی تو امروز رو درست کن، چیکار نگران آینده کجایی؟ عزیز من ما قراره کار خوب درست رو امروز بکنیم، فراموش کن آینده رو، فردا کار درست و خوب فردا رو میکنیم، همه آینده ساخته میشه. الان چیکار کنم که پسرم کمترین آسیب رو تو شرایطی که الان براتون توضیح دادم ببینه؟ یعنی هیچی، خیلی ساده، پدر و مادرش که خیلی حالشون بده رو عوض کن، یه پدر و مادر حسابی بذار بالای سرش. عزیزم آخه این چه سوالیه؟ از که آدم برگردش من چگونه انسان خوبی باشم یا بچه خوبی بار بیارم؟ عزیزم این همچی چیزی نداریم، چون مسئله و مشکل داری بیا جلو، بیخوری نچرخ تو ذهنت بچرخ کجا مسئله و مشکل پیدا میکنی، بعد یه آدمی به حالتی که تو الان داری بعد اونجوری زن بگیره، همچی آدم مات و مبهوت میمونه. یه میخوای یه کفش بخری 30 دفعه میری بازار کفش بخری، میخوای زن بگیری تو 30 دقیقه میگیری؟ راه کن عزیز، اینقدر خودت گرفتار و وسواس نداشته باش، بچه رو آروم بذار، اگر یه جایی خوب و خوشه بذار خوب و خوش باشه، اینقدر تو خودتو درگیرش نکن. حتی اون نظری که داشتم که اگر شبایم که میای خواستی اگر جا هست بیا تو خونه همون مادر همون جا باش، بکنی بچه رو ور ندار ببر مگر اینکه بچت بخواد.
بله، من اگر الان نه مادرم خودش هم همین حرف شما رو میزنه که بچه هی داره اونجا اینجا اونجا. نه خب مادرم درست میگه نیست خب دیگه. اگه میتونی، آره دیگه، منم مادرم دارم میگه میگم که اگر مثلا میتونی اونجا باشه، انقدر نگران بچه نباش، برای که تو با این همه نگرانی میتونی بچه رو از پا در بیاری. یه ذره سیدی آره دیگه الان تولد هسته. ازدواج من الان تو شرط الان به نظرتون کار اصلا درستی میکنه؟ فراموشش کن، تو الان به درد هیچی نمیخوری با این دسته گلات. حالا صبر کن، بچه هم داری فعلا، 31 سالته، چی دو تو ازدواج؟ حالا 2-3 سال صبر کن، اینو به کجا میرسی. مواظب خودت و بچه باش، انقدر نگران نباش. تولد تا آقای سه دکتر سه تا خیلی هفت سالگی ممنونم، دارم خیلی محبت آکه دیدایتون. آیش من تولد تا 3 و 3 تا 7 سالگی رو با یه دقتی بشنو که دست گلاب ندی، نگرانم نباش، امیدوارم چیزی نباشه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. زنده باشی آقای دکتر، بنده هم همچنین. آیش من خیلی ممنون از وقت آیش گذاشتید، من متشکرم.